شفای زندگی، نوشته لوئیس هی، ترجمه گیتی خوشدل، راوی پروانه حقوردی. فصل پنجم. حالا چه کار میکنیم؟ الگوهای خود را میبینیم و دگرگونی ها را انتخاب میکنیم. تصمیم برای دگرگونی. از نابسامانی های زندگی دست خود را به سوی آسمان بلند کردن یا در برابر آن تسلیم شدن واکنش هایی است که بسیاری از مردم در این گونه موارد از خود نشان می دهند. منظورم از تسلیم شدن این تصمیم است که ایجاد دگرگونی محال و بیفایده است. پس چرا سعی کنم این وضع را تغییر بدهم؟ یا این تصمیم که همین طور که هستی بمان، دست کم با این درد آشنایی و میدانی چگونه با آن بسازی و کنار بیایی. هرچند دوستش نداری، اما به آن خو گرفته ای و باید امید داشت که از این بدتر نمی شود. از دیدگاه من، خشم مدام و بر حسب عادت مانند این است که سر خود کلاه بگذاریم و گوشه‌ای بنشینیم. آیا این نیز آشناست؟ چیزی پیش می آید و خشمگین می شوید. آن وقت رویدادی دیگر پیش می آید و دوباره خشم می گیرید. چندی نمی گذرد که باز اتفاقی می افتد و خشمناکتر می شوید. اما هرگز از خشم فرا نمی روید. فایده خشم چیست؟ وقت خود را با خشم تلف کردن واکنشی احمقانه است. نمی گذارد که از راهی تازه و متفاوت به زندگی بنگرید. بسیار سودمندتر است که از خود بپرسید چرا بارها اوضاع و شرایطی ایجاد می کنید که موجب خشم شما می شود. چه اعتقادی دارید که این همه ناکامی به بار می آورد؟ از شما چه بروز می کند که در دیگران این نیاز را می آفریند که شما را برمی انگیزانند؟ چرا معتقدید برای اینکه به راه خود بروید باید خشمگین شوید؟ هر آنچه از شما بروز کند به خودتان باز خواهد گشت. هرچه بیشتر خشم نشان بدهید بیشتر اوضاعی ایجاد می کنید که موجب خشم شما می شود. همانطور که اگر سر خود کلاه بگذاریم و گوشه‌ای بنشینیم ما راه به جایی نمی رساند. خشم نیز مشکلی را حل نمی کند. آیا این مطلب در شما احساس خشم برمی انگیزد؟ اگر چنین است خوب است، زیرا به هدف خورده و می تواند همان چیزی باشد که مشتاق عوض کردنش هستی. تصمیم بگیرید که مشتاق دگرگونی باشید. اگر به راستی می‌خواهید بدانید که تا چه اندازه سرسخت هستید، ببینید که نظرتان درباره اشتیاق برای دگرگون شدن چیست. همه ما می‌خواهیم که زندگیمان تغییر کند و وضعمان بهتر از آن شود. اما نمی‌خواهیم که خودمان ناچار به عوض شدن باشیم. ترجیح می دهیم که آنها عوض شوند. به این منظور ما باید از درون عوض شویم. باید طرز فکر و شیوه سخن گفتن و ابراز عقیده خود را عوض کنیم. تنها در این صورت دگرگونی های بیرونی پدید می آیند. البته این گام بعدی است. اکنون برای ما روشن است که مشکلاتمان چیست و از کجا سرچشمه گرفته است. دیگر زمانش رسیده که مشتاق دگرگونی باشیم. من همواره رگه ای از سرسختی در خود داشتم. حتی اکنون هنگامی که تصمیم میگیرم تغییری در زندگیم ایجاد کنم، این سرسختی ظاهر میگردد و مقاومت نیرومندم در برابر عوض کردن طرز تفکرم نمایان میشود. گاه خود نیز به این اعتقاد میرسم که حق با من است یا به خشم میایم و کناره گیری میکنم. آری، پس از این همه سال کار هنوز این گرایش ها در من وجود دارند.
و می دانم که این یکی از درس های من است. باری، هرگاه که این گرایش ها پیش می آیند، پی می برم که روی یکی از نقاط حساس دگرگونی سرگرم کارم. هرگاه که تصمیم می گیرم تغییری در زندگیم ایجاد کنم یا چیزی را آزاد و رها سازم، همواره برای انجام این کار ژرف‌تر در خود فرو می روم. هر لایه کهنه را باید کنار گذاشت تا تفکری تازه جانشین آن شود. کنار گذاشتن بعضی از آنها آسان است، اما کنار گذاشتن پاره ای از آنها مانند این است که بخواهیم با یک پر تخت سنگی را بلند کنیم. زمانی که میخواهم دگرگونی ایجاد کنم، هر قدر محکمتر به اعتقادی قدیمی بچسبم، بیشتر متوجه میشوم که این همان چیزی است که رها کردنش برای من نقش حیاتی دارد. تنها با آموختن این چیز هاست که میتوانم به دیگران نیز بیاموزم. به نظر من بسیاری از آموزگاران به راستی نیکو از خانه و کاشانه شادمان که همه چیز آن سهل و آسان بوده نمی آیند. آنها از آغوش درد و رنج می آیند، اما بر لایه های بسیار کار کردند تا به جایی رسیدند که اکنون می توانند دیگران را یاری دهند تا آزاد شوند. بیشتر آموزگاران نیکو همواره سرگرمند تا هرچه بیشتر از این لایه ها را کنار بگذارند و ژرف‌ترین سطوح انواع محدودیت ها را نیز از وجود خود حذف کنند. تفاوت اصلی میان شیوه کارم در گذشته و امروز این است که اکنون برای انجام این کار بر خود خشم نمی‌گیرم. دیگر این اعتقاد را بر نمی‌گزینم که آدم بدی هستم، که مجبورم چیزی را در خود عوض کنم. خانه تکانی. کار ذهنی که اکنون به آن سرگرمم مانند خانه تکانی است. به اتاقهای ذهنم می روم و اندیشه ها و اعتقادهایی را که در آنهاست می آزمایم. بعضی را دوست دارم و آنها را برق می اندازم و جلا می دهم تا سودمند تر شوند. می‌بینم پاره‌ای از آنها نیاز به جایگزینی و تعمیر دارند و می‌کوشم تا حد امکان درستشان کنم یا کنارشان بگذارم. بعضی از آنها مانند روزنامه‌های دیروز و مجلات یا لباس‌های کهنه اند و دیگر مناسب نیستند. اینها را به دیگران می بخشم یا دور می اندازم که دیگر جلوی چشمم نباشند. ضرورتی ندارد که خشمگین شوم یا احساس کنم آدم بدی هستم که به این کار سرگرمم. تمرین من مشتاق دگرگونی هستم. بیایید مدام این جمله تأکیدی را تکرار کنیم که من مشتاق دگرگونی هستم. من مشتاق دگرگونی هستم. من مشتاق دگرگونی هستم. وقتی این جمله را با صدای بلند ادا می کنید، می توانید گلوی خود را احساس کنید. گلوگاه مرکز انرژی در بدن است. جایی است که دگرگونی از آنجا پدید می آید. با حس کردن گلوی خود در واقع تصدیق می کنید که در فرایند دگرگونی قرار گرفته اید. هنگامی که دگرگونی ها به زندگیتان وارد می شود، مشتاق پذیرفتن آنها باشید. آگاه باشید که آن دگرگونی که نمی خواهید بپذیرید، دقیقاً همان دگرگونی است که بیش از همه به آن نیاز دارید. من مشتاقم که عوض شوم. راه‌های بیشمار برای عوض شدن. کار با آرمان‌های من تنها راه عوض شدن نیست. شیوه‌های بسیار مؤثر دیگری وجود دارند. در آخر کتاب فهرستی از شیوه‌هایی را که می‌توان در فرایند رشد و کمال سودمند باشند گنجاندم. اکنون به چند شیوه بیاندیشید. هم نگرش معنوی وجود دارد، هم نگرش ذهنی.
هم نگرش جسمی. شفای جامع تن و ذهن و روح و جان را در بر می گیرد. از هر نگرشی که بخواهید می توانید شروع کنید. بعضی از نگرش ذهنی آغاز می کنند و به کلاس ها و کارگاه ها می روند یا به درمان می پردازند. عده‌ای با مراقبه و مکاشفه و دعا از زمینه معنوی شروع می کنند. فرقی ندارد که خانه تکانی خود را از کدام اتاق آغاز می کنید. از جایی شروع کنید که بیش از همه توجهشان را جلب می کند و دوستش دارید. ما بقی تقریبا خود به خود پیش می آیند. کسانی که فقط به طعم غذا اهمیت می دهند و به اصطلاح آشغال خور هستند، وقتی به معنویت روی می آورند، معمولا به سوی علم تغذیه کشیده می شوند. دوستی یا کتابی یا کلاسی این فکر را در آنها القا می کند که آنچه به جسم خود می خورانند در نوع احساسات و قیافه و ظاهر آنها سهمی به سزا دارد. تا زمانی که اشتیاق برای رشد و کمال و دگرگونی وجود داشته باشد، هر سطح انسان را به سطح بالاتر می کشاند. من درباره تغذیه پند و اندرزی نمی دهم. چون دریافتم که تمام نظام ها با بعضی از افراد سازگارند. من شبکه‌ای از متخصصان شفای جامع در اختیار دارم که در صورت لزوم مراجعانم را برای دانش بیشتر درباره تغذیه نزد آنها می فرستم. تغذیه زمینه ایست که باید راه خود را در آن بیابید یا نزد متخصصی بروید که بتواند با آزمایش تغذیه مناسب شما را پیدا کند. بسیاری از کتاب‌های تغذیه را کسانی نوشتند که خود به شدت بیمار بودند و نظامی برای شفای خود یافتند. آنگاه برای اینکه روش‌های خود را در اختیار مردم بگذارند، کتابشان را نوشتند. هرچند باید به یاد داشت که همه یکسان نیستند. مثلا ماکروبیوتیک و خامگیاهخواری دو روش تغذیه کاملا متفاوتند. خام گیاهخواران هرگز غذا را نمی‌پزند و به نان لب نمی‌زنند و معمولاً حبوبات مصرف نمی‌کنند و مراقب هستند که میوه‌جات و سبزیجات که با هم و مراقب هستند که میوه‌جات و سبزیجات را با هم نخورند و از نمک نیز استفاده نکنند. حال آنکه طرفداران ماکروبیوتیک تقریباً همه غذاهای خود را می‌پزند و روش ترکیب مواد غذایی آنها متفاوت است و مقدار نمکی نیست که مصرف می‌رسانند بسیار زیاد است. هر دو نظام نیز مؤثر است و برای افرادی سازگار بودند و جسمشان را شفا دادند. اما همه نظام‌ها برای همه کس خوب نیست. نگرش تغذیه من ساده است. اگر نظامی با شما سازگار است، ادامه‌اش دهید. اگر سازگار نیست، رهایش کنید. اما مراقب تغذیه خود باشید، زیرا توجه به تغذیه عیناً توجه به اندیشه هاست. ضمناً می توانیم به علائمی که بدن ما به ما می دهد گوش فرا دهیم و دریابیم که چه روشی را باید انتخاب کنیم. خانه تکانی ذهن پس از این همه سال فرو رفتن در اندیشه های منفی، کمی شبیه به اتخاذ رژیم غذایی درست پس از سالها آشغال خوردن است. هر دو می توانند فاجعه های شفا بیافرینند. وقتی رژیم جسمانی خود را شروع می کنید، بدن بیرون ریختن سموم را آغاز می کند و شاید یکی دو روز احساس خستگی و فرسودگی کنید. وقتی تصمیم به عوض کردن الگوهای ذهنی و قالب‌های فکری می‌گیرید نیز همین گونه است. شاید اوضاع و احوال تا مدتی بدتر از سابق به نظرتان برسد. لحظه‌ای به پایان شام جشن شکرگزاری بیاندیشید. غذا خورده شده و وقت تمیز کردن قابلمه بوقلمون رسیده است. تمام قابلمه سوخته و سیاه و پر از دود است. مجبورید که برای مدتی آن را در آب داغ و مایع ظرفشویی بخیسانید. بعدن شروع می کنید به ساییدن قابلمه. اکنون به راستی با چرکی و سیاهی مواجهید. از هر وقت دیگر
بدتر به نظر می رسد. اما اگر به ساییدن ادامه دهید، چندی نمی گذرد که قابلمه شما مثل روز اول نو خواهد شد. تمیز کردن الگوی ذهنی سوخته و خشک شده و دردآلود نیز همین گونه است. وقتی آن را در عقاید و آرمان‌های تازه می‌خیسانید، قیافه زشت و کثیفش به سطح می‌آید و نمایان می‌شود. به تکرار جمله‌های تأکیدی تازه خود ادامه دهید. چندی نمی‌گذرد که محدودیت قدیمی و کهنه را کاملاً پاک خواهید کرد. تمرین اشتیاق برای دگرگونی. پس تصمیم گرفته ایم که مشتاقیم عوض شویم و برای انجام این منظور هر شیوه و تمام شیوه های سودمند را به کار خواهیم گرفت. بگذارید یکی از شیوه هایی را که برای خود و همچنین برای دیگران به کار می گیریم توصیف کنم. نخست خود را در آینه نگاه کنید و بگویید من مشتاقم که عوض شوم. ببینید چه احساسی به شما دست می دهد. اگر مرددید یا مقاومت به خرج می دهید یا نمی خواهید عوض بشوید، دلیلش را از خود بپرسید. به کدام اعتقاد کهنه چسبیده اید؟ لطفاً خود را سرزنش نکنید. تنها ببینید که این اعتقاد چیست. شرط می بندم که آن اعتقاد برایتان مشکلات فراوان آفریده است. من نمیدانم این اعتقاد از کجا سرچشمه گرفته است. آیا شما میدانید؟ خواه بدانیم از کجا و خواه نه، بیایید دست به کاری بزنیم که اکنون آن را حل کنیم. دوباره به سراغ آینه بروید و عمیقاً به چشمان خود بنگرید و گلوی خود را لمس کنید و 10 بار با صدای بلند بگویید من مشتاقم که هر گونه مقاومت را کنار بگذارم. من مشتاقم که هر گونه مقاومت را کنار بگذارم. کار با آینه بسیار مؤثر است. در کودکی بیشتر پیام‌های منفی خود را از کسانی دریافت کرده ایم که مستقیم به چشمان ما نگاه کردند و چه بسا انگشت خود را به سوی ما تکان دادند. امروز نیز هرگاه به آینه می نگریم بیشتر ما چیزی منفی به خود می گوییم، یا از قیافه خود انتقاد می کنیم یا به دلیلی خود را سرزنش می کنیم. به نظر من نگاه کردن مستقیم به خود در آینه و تأکیدی چیزی مثبت در خود سریع ترین راه برای بهره گیری از جمله های تأکیدی است. در لایتناهی حیات، آنجا که ساکنم، همه چیز عالی و کامل و تمام عیار است. اکنون در کمال آرامش دیدن عینی الگوهای کهنه ام را انتخاب می کنم و مشتاقم که آنها را دگرگون سازم. من قادر به آموزش و فرا گرفتنم. من مشتاقم که عوض بشوم. من انتخاب می کنم که انجام این کار برایم مفرح باشد. هرگاه چیزی تازه برای رها کردن میابم، این واکنش را برمی گذینم که گویی گنجی یافتم. میبینم و احساس میکنم که لحظه به لحظه عوض میشوم. اندیشه ها دیگر بر من اقتداری ندارند. من اقتدار جهان خیشم. من آزاد بودن را انتخاب میکنم. در جهانم همه چیز نیکوست. پایان فصل 5.